سلام سلام، امیدوارم خوب باشین. بچه من بالاخره اومدم این ویدیو کذایی که چند روز قرار بگیرم و نرسیدم بگیرم و بگیرم و براتون بذارم. خب من امروز میخوام راجع به تجربه کار پیدا کردن تو کانادا باهاتون صحبت بکنم، تجربه خودم رو براتون بگم که مطمئنا کلی براتون توش نکاتی هستش که استفاده بکنید، و از اون مهمتر هم این که کلا برای کار پیدا کردن باید به چه نکاتی توجه بکنیم و اصلا از اول برای کار پیدا کردن به چی فکر بکنیم به چی فکر نکنیم، و اونایی هم که حالا رشتهشون با من یکی بوده و توی ایران کار تدریس زبان میکردن مسلما از این ویدیو استفاده خیلی بیشتری میبرن، چون که من تخصصی راجع به این که خب خودم هم معلم زبان بودم و کار میکردم توی این هیته، راجع به تجربه خودم توی این ویدیو قراره صحبت بکنم. خب داستان از کجا شروع شد؟ از اونجایی که ما 3 اکتبر رسیدیم کانادا، یه 2-3 هفته‌ای درگیر این که حالا جا بیافتیم و خونه پیدا کنیم و وسیله بخریم و اینا بودیم، و قبل از اینکه ما بیایم خونه دائمیمون، من یه جایی رو، یه مهد کودکی رو در حقیقت توی کانادا در نظر داشتم که خب خیلی اسمش رو شنیده بودم و توی جاب بانکس خیلی ازش ایمیل گرفته بودم. جاب بانکس یه وبسایت کاریابی کاناداییه که شما وقتی از طریق اکسپرس انتری پروفایل میسازید ناخودآگاه به اون سایت لینک میشید و از اون سایت برای شما تبلیغای آگهی‌های کاریشون میاد که مثلا مربی مهد کودک نیاز دارن یا مثلا کیر پرووایدر نیاز دارن که مثلا میشه کسی که مواظب بچه هاست. خلاصه این که من با این مهد کودکی که حالا زنجیره‌ایه تو کل کانادا نه فقط توی هالیفکس، خیلی شعبه های مختلفی داره، در آشنا شده بودم و اسمشو خب به کرات شنیده بودم و فکر میکردم جای خیلی معروف و خیلی شناخته شده ای باید باشه که خب قاعدتا اینقدر من ازش ایمیل دریافت میکنم. بماند این، من منتظر بودم که توی اون 1 ماه اول در حقیقت ما خونمونو بگیریم، جا به جا بشیم، جا بیافتیم، و بعد من وقتی رفتم خونه خودمون شروع بکنم به اپلای کردن برای کار و دنبال کار گشتن و رزومه فرستادم. توی این حین قبل از اینکه ما بریم خونه خودمون، خب من اولین کاری که کردم رفتم یه کلاس رزومه نویسی و کاور لتر رایتینگ و ثبت نام کردم که اصلا بدونم جریان رزومه چی و چجوری باید اپلای کرد. یه روز که این کلاس‌ها رو می‌گذروندم و داشتم برمیگشتم، دیدم که ایوا نزدیک همون خونه‌مون که حالا خونه موقت ما بود و باز به خونه‌ای که قرار بود دائمی هم توش بیایم اقامت بکنیم و در حقیقت جا بیافتیم، خیلی نزدیک بود یه مهد کودکی و دقیقا همون اسم مهد کودکی بودش که من خیلی راجبش شنیده بودم و در حقیقت باهاش آشنا بودم. خیلی خوشحال شدم، گفتم به به محل کارم بغل خونمونه و برم زودتر مثلا پرسجو کنم ببینم چه جوری بعد اقدام بکنم. رفتم توی مهد کودک، سوال کردم، گفتم من میخوام اپلای کنم برای اینجا و در حقیقت میخوام شرایطش رو بدونم، رزومم رو بیارم مثلا حضوری بهتون بدم یا نه، که گفتن نه اپلای کن آنلاین، برای ما رزومه رو بفرست و ما بررسی میکنیم. خب من علت اینم بگم که چرا اصلا به کار کردن توی مهد کودک فکر میکردم، به خاطر اینکه خب من کد ناکم رو بهتون گفتم، کد ناک مربی مهد کودک گذاشتم که بتونم از طریق استانی بیام، و اینکه خب فکر میکردم چون از این طریق اومدم منطقیش اینه که برای این کار اقدام بکنم، اپلای بکنم و اصلا این کار رو انجام بدم تا این مدتی، حتی اگر خیلی باب میلم نیست، که در حقیقت بعدم برای سیتیزنشیپی اگه به من گفتن آقا جان شما برای این کد ناک و این نیازمندی از این استان دعوت نامه گرفتی اومدی، پس چرا توش کار نکردی، بگم خب من اپلای کردم یا اصلا کار کردم. خب اینم توضیح دادم. خلاصه من اومدم خونه خیلی خوشحال، یه تقریبا یه هفته مونده بود که از یه هفته آخر اقامت موقت ما تو خونه بود که ما 1 ماه گرفته بودیم، و من اومدم خیلی خوشحال نشستم رزومم اوکی کردم و براشون فرستادم. بعدش جواب دادن که بیا اینترویو، و من خیلی خوشحال بودم، یعنی اصلا اینترویو گرفتن توی کانادا اونم توی کار تخصصی کلن کار ساده‌ای نیست، حتی تو کار غیر تخصصی و کار جنرالش هم به نظر من کار ساده‌ای نیست، و لازمش اینه که شما هم یه چیزی خوب بلد باشی و هم رزومه خوبی ارائه داده باشی. دیگه من با دومم گردو میشکستم. روز 28 ورود ما به کانادا بود و من یه اینترویو گرفته بودم تو کاری که اصلا جدا از اینکه حالا کد ناکم بود و به اون دلایلی که گفتم میخواستم واردش بشم، کلا من این کارو دوست هم داشتم چون من تو ایرانم این کارو کرده بودم، و دیگه اصلا نگم چه حالی، خیلی خوشحال بودم و
رفتم اینترویو دیگه، خودم آماده کردم و خیلی شیک و رسمی رفتم. و اینکه حالا اینم بگم، من اصلا راجع به اینترویو اینجا هیچی نمیدونستم، چون اصلا زمانی نبود که من اومده باشم بخوام تمرین بکنم یا اطلاعاتی داشته باشم. دیگه چند تا ویدیو توی یوتیوب دیدم و از یه بنده خدایی که حالا توی کانادا آشنا داشتم ازش زنگ زدم پرسیدم، گفتم من میخوام برم اینترویو، راهنماییم کرد که احتمالاً چیا میپرسن، بهتره چیا جواب بدی. و خلاصه هرجوری بود رفتم اینترویو رو دادم. اینترویو هم اصلا اونجوری که فکر میکردم پیش نرفت، نه اونقدر رسمی بود نه خیلی سخت بود و اینا. خیلی چند تا سوال پرسیدن و دیدن من خیلی علاقه مندم و خیلی مثلا پر انرژی هم و دوست دارم بیام، گفتم خب خوش اومدیم شما قبولی. و من خب خیلی خوشحال بودم، یعنی اصلا در مخیلم هم نمی گنجید که وارد کانادا بشی، هنوز یه ماه نشده باشه اومده باشی، اینترویو گرفته باشی، یه کارم گرفته باشی و دیگه من از خدا چی میخوام. خلاصه به من گفتن که از دوشنبه بیا سر کار. خب من رفتم سر کار و نکته جالبش اینجاست، حالا کسایی که چه توی حیطه کار مربی مهد کودک بودن، چه تو کار تیچینگ بودن میخوان روی این موضوع سویچ بکنن، یا حالا هر کسی که داره به این موضوع و به این کار و به این کد ناک فکر میکنه، از اینجا به بچه خیلی دقیق گوش بکنه. من رفتم مهد کودک، خیلی هم خوشحال بودم و وارد شدم، دیدم که خب من با دو تا مربی دیگه که هندی بودن با هم سر یک کلاس هستیم و میتونم بگم خب سخت‌ترین رنج سنی هم بود. بچهای 2 تا 3 سال تا جایی که من میدونم و شنیدم سخت‌ترین رنج سنی است برای کار کردن باهاشون توی مهد کودک. من رفتم سر کلاس و با اون مربیام آشنا شدم. و حالا بماند که یه سری چیزای حاشیه‌ای هم اینجا بود که مثلا میتونم بگم 90% افرادی که تو مهد کار میکردن هندی بودن. و خب وقتی که یه عده زیادی از یک نشنالیتی یا یه ملیت یه جایی جمع میشن، من فکر می‌کنم ناخودآگاه این اتفاق میفته که اون کامیونیتی قوی که با هم دیگه دارن باعث میشه که اجازه ندن خیلی کس دیگه ای وارد بشه. حالا نمیدونم این اتفاق همه جا میفته یا نه، ولی تجربه من این بود که من خیلی با استقبال گرمی روبرو نشدم. میدونی چی میگم؟ خلاصه من رفتم و سعی کردم خود جا بندازم خودم و با بچه ها اخت بشم و خیلی راحت تونستم تو همون روز اول با بچه ها ارتباط برقرار بکنم، بچه ها دوستم داشته باشن. خب بچه ها واقعا بچه ها ساده هن دیگه، ولی خب منم به هر حال تجربه‌ای که داشتم و اینی که بچه هم دوست دارم بهم کمک کرد که خیلی راحت بتونم بچه ها رو به خودم جذب بکنم. روز اول داشت به پایان میرسید که یکی از مربی ها اومد به من گفتش که ما روزی 3 بار بچه ها رو پوشکشون رو عوض میکنیم و شما یه بار در روز نوبت شماست، یه بار منم، یه بار همکارم، یه بارم توی چیزه، تو کی میکنی این کارو، کی باش اوکی و اینا. من خیلی جا خوردم، یعنی اصلا اولا که خب تو مهد کودک های ایران که همچین چیزی نیست که مربی مهد کودک بیاد کار خدماتی این چنینی انجام بده. من تو هر مهدی کار کرده بودم اینجوری بود که ما یه مسئول خدماتی داشتیم برای حالا یا دستشویی بردن بچه‌ها یا عوض کردن بچه‌های کوچیک‌تر. و خب این اصلا برای من پذیرفته شده نبود که من بخوام مثلا بچه‌های آدمای غریبه رو تر تمیز بکنم و اینا. بماند که من کلا با این کار مشکل دارم و اصلا این کارو دوست ندارم، یعنی حتی اگه بچه خودم هم باشه اصلا من با این کار مشکل دارم کلا. دیگه شما ببینید به من چی گذشت. دیدم یا خدا این چه داستانیه، گفتم که مگه ما باید بکنیم این کارو؟ گفت آره. و اصلا هم حالت حمایتگر رو آره حالا عزیزم خیلی خوشایند نیست باید بکنیم نبود، آره باید بکنیم. من خیلی جا خوردم، یعنی میتونم بهتون بگم تو اون یک ماهی که وارد کانادا شده بودم اصلا من هیچ جا احساس کالچر شاک شدن یا اینکه تو ذوقت بخوره یا یهو شوکه بشی که چرا اینجوریه یه جایی یا یه چیزی نشده بودم. ولی خب اون روز خیلی من شوک شدم از این اتفاق، خیلی ذهنم درگیر شد و با خودم فکر کردم که خدایا اصلا من میتونم این کارو انجام بدم یا نمیتونم. و رفتم به مدیرمون گفتم که من این کار برام خیلی کار سختیه و خواهش میکنم اگه امکانش برای شما هست یا این کار رو من انجام ندم و در ازاش یه مسئولیت دیگه رو به من بسپارید، یا اینکه منو برای بچه‌های سن بالاتر بذارید که در حقیقت این نیاز رو نداشته باشن و دیگه منم اوکی باشم با این کار. گفتش که نه، تو ما برای لول‌های بالاتر که اصلا احتیاج به معلم نداریم، ضمن اینکه تو اگر با این کار اوکی نیستی کلا این کار مال تو نیست، بخاطر اینکه
ما حتی برای بچه های سن بالاتر هم ممکنه یه همچین چیزی رو احتیاج پیدا کنیم. یه وقت بچه مریض میشه، تصادف میکنه یا هر چیزی و تو باید بتونی این کار رو بکنی. اگه نمیتونی بهش فکر کن که خب نمیتونی و مثلا یه فکر دیگه بکنی. خب مثلا منظورش هم مشخص بود که یعنی چی. منو میگی اصلا تو در و دیوار بودم با اون ذوقی که کرده بودم که کار پیدا کردم انقدر سریع و خب خیلی خوبه که آدم انقدر زود بره سر کار، اون پسندازه که آورده رو دست نزنه و همه اینا بماند. اومدم خونه و با نوید مشورت کردم، گفتم نوید من حالم خیلی بده از این قضیه، نمیدونم چیکار کنم. نوید گفتش که خب اگه فکر می‌کنی واقعا سختته و نمیتونی نرو. ولی خب خودم با خودم خیلی درگیر بودم، یعنی همش فکر می‌کردم که مرسد یعنی چی خودتو لوس می‌کنی، این تیتیش مامانی بازی‌ها یعنی چی، آخرش که بعد این کارو انجام بدی حالا دستکش دستته، نمیدونم این همه آدم دارن می‌کنن مگه چجوری این کارو انجام میدن. هی با خودم تو چالش بودم و هی اصلا یه حال خوبی نبودم واقعا، تا اینکه گفتم بذار فردا برم ببینم اصلا میتونم این کار بکنم، بذار یه بار خودم تو همچین موقعیت قرار بدم ببینم اصلا میتونم یا نمیتونم. اگر تونستم، ببخشید همین نوتام افتاد، اگه تونستم که فبه ها، ولی اگر نتونستم اون موقع تصمیم میگیرم که خب نمیام سر کار. خلاصه صبحش پاشدم رفتم سر کار و اون همکارم به من گفتش که خب تو امروز کی بچه ها رو عوض میکنی؟ گفتم که من تایم بعد از ظهر ساعت 2 بعد از نهار رو مثلا انجام میدم. بعد از صبح خب میدونید دیگه وقتی شما با یه کاری اوکی نیستید زوم میکنید هر اون چه نکته منفی هم ازش میکشید بیرون. خب این اتفاق برای من افتاد، من خیلی چیزا رو هی میدیدم میگفتم وا این چرا اینجوریه، وا اینجا چقدر سخته، وا این چرا، حالا اینا بماند. ولی واقعا یه چیزایی رو دیدم که دیگه از بدبینی و دلچرکینی خودم نبود، یعنی واقعا تو ذوق زننده بوده و هر کس بگی واقعا جا میخوره. مثلا اینکه من دقیقاً قبل از اینکه برم برای ناهار و خب خیلی استرس داشتم که بعد ناهار قرار چه کار سختی انجام بدم، چیز دیدم که این خانومه داشت مثلا ساعت 12 اینطورا بود بچه ها رو عوض میکرد. بعد اینا دستورالعمل داشتن که برای عوض کردن پوشک هر بچه‌ای بعد دستکشتو عوض بکنی، یعنی دستکش دستت کنی بچه عوض کنی، بعد دوباره دستکشتو عوض کنی بچه بعدی. من تو این گیرودار اومدم نگاه کردم دیدم که این خانومه یه بچه رو که عوض کرد هنوز همون دستکش دستش بود، یه بچه دیگه از جلوش رد شد آب دماغش آویزون بود، با همون دستکشه یه دستمال مرطوب برداشت صورت این بچه رو پاک کرد. منو میگی اصلا انقدر حالم بد شد که دیگه دیدم اصلا آقا جان این یه اتفاقایی داره میفته که اصلا با روحیه من سازگار نیست، یعنی من واقعا یه سری کثیف‌کاری‌ها رو نمیتونم بپذیرم. گفتم خب خدایا این الان اینجوری کرد، اصلا بچه به کنار این ور میداره یه دستمالو دست میزنه، یه کتابو دست میزنه، به اسباب بازی دست میزنه، بعد من قراره به همون دست بزنم، یعنی اصلا دیگه روانم به هم ریخته بود. دیدم اصلا نمیشه، رفتم زنگ زدم به نوید گفتم خدایا حالا که قراره که واقعا انقدر من با این موضوع داستان داشته باشم چرا وایستم تا ساعت 2 که مثلا بچه ها رو عوض کنم، برم از الان تکلیفم رو یه سر کنم. باز چون دو دل بودم زنگ زدم به نوید گفتم که نوید من چیکار کنم؟ گفت ببین اگه حالا تو که نیست ولش کن. رفتم پایین همون بلا فاصله بعد از نهار قبل اینکه برم سر کلاس به مدیرمون گفتم که من اوکی نیستم با کار اینجا، میخوام برم الان برم یا از صبح نیام. مدیرم جا خورده، اصلا فکر نمی‌کردن که من با این موضوع مشکل داشته باشم. حالا واقعا شاید از دید خیلیاتون این موضوع تیتیش مامانی بازی و لوس بازی باشه، ولی به هر حال anyway من با این موضوع خیلی مشکل داشتم. روز 13 تا بچه رو بخوام پوشکشون رو عوض کنم پشتم قطاری. خلاصه که مدیرمون هم جا خورد و گفتش که نه اگه میشه بمون تا 6 امروز شیفتتو مثلا تموم کن و از فردا نیا. گفتم باشه میمونم ولی بچه عوض نمی‌کنم. گفت اوکیه و باشه. دیگه رفتم بالا به همکارام هم گفتم که من دیگه از فردا نمیام، اونم جا خوردن و یکی از اون دخترها که حالا یه ذره گرمتر بود و اوکی تر بود هندی بود اومد به من گفتش که بچه ها اینو گوش کنین کسایی که ای سی ای میخونین، به من گفتش که ببین من خودم اصلا تحصیلی اومدم کانادا و اومدم رشته early childhood education رو خوندم، همون ای سی ای رو خوندم و بعد از اینکه درسم تموم شده خب من بعد تو این رشته کار بکنم، فکر کنم یه سال بهم گفت بعد یه سال کار بکنم تا بتونم که مثلا مدرکمو بگیرم و بعد بتونم برای اقامت اقدام بکنم و اینا. این کار برای منم اوکی نیست، من حتی به خانواده‌ام هم نگفتم که این کارو اینجا انجام میدم چون میدونم اگه بگم اونا هم مثلا ناراحت میشن یا حتی اعتراض میکنن و اینا. اگه میتونی بهمون، گفتم ببین من واقعا خودم رو لوس نمیکنم، من نمیتونم این کارو انجام بدم و دیگه تصمیمو گرفتم.
اینم تو پرانتز حالا گفتم که اونایی که واقعا این رشته رو میخونن بدونن که بعدن چه اتفاقایی قراره براشون بیفته. خلاصه من یه خیلی جا خوردم از اینکه اصلا چرا وظایف شغلی اینجا با ایران انقدر متفاوته و چرا باید یه مربی همچین کاری انجام بده، و از طرفی فکر کردم که خدایا اگه من یه روزی بخوام بچه دار بشم مثلا من بچه‌مو دیگه مهد نمیتونم بفرستم اینجوری انقدر کر و کثیف بازی باشه و اینا. اصلا انقدر به من فشار روحی اومد که من اومدم خونه مریض شدم و 10 روز یک جوری افتادم تو تخت خواب از مریضی که اصلا خوب نمیشدم، یه جوری وحشتناکی. خلاصه این شد تجربه مهد کودک و من گفتم خب دیکر دیگه اصلا فاتحش خونده است و من دیگه اصلا فکر کار کردن تو دیکر رو نمی کنم و بیخیالش میشم، میرم دنبال حالا یه کار دیگه، یا حالا تدریس به بزرگسال که خب واقعا هم علاقه شخصیمه، هم خب تجربه مثلا بیشتر بود برای کار با بزرگسال و آموزش بزرگسال نسبت به بچه‌ها، همین که خب واقعا بتونم که دیگه این دردسرا رو نداره. خلاصه رفتم چیز کردم، اومدم خونه و حالا مریض شدم و یه تایمی گذشت و با یکی دو نفر صحبت کردم، یکی دو جای دیگه هم پیش اومد که از جلوی مهد کودکی رد شدم که برام خیلی سوال بود که این اتفاق همه جا میفته یا نه، و بعد متوجه شدم که نه، همه دیکرها به خصوص من فکر کنم دیکر همون مهد کودک باشه ولی ظاهرن که تفاوتهای این دوتا با هم دیگه دارن، و مثل که دیکرها حالا یه سریشون اینو دارن که اینجور کارها رو مربی انجام میده ولی مهد کودک ها مثل که اکثریتشون اینجوری نیستن. حالا اینا کلا با هم یه سری تفاوت ها دارن ولی اینکه جا با جا فرق میکنه و ممکن بود من جایی رو پیدا بکنم که مثلا همچین چیزی جز وظایف شغلیش نباشه. خلاصه دیگه من مهد کودک رو بیخیال شدم و گفتم که میرم دنبال کار دیگه ای و شروع کردم به اپلای کردم برای کارهای مختلف برای تدریس بزرگسال. حالا اینو من بگم که من در حقیقت چون همون اول با اولین رزومه‌ای که فرستاده بودم چیز گرفتم، مصاحبه گرفتم و رفتم سر کار، اصلا دیگه برای جای دیگه و کار دیگه اپلای نکرده بودم. شروع کردم به اپلای کردن برای در حقیقت کارهای دیگه و مؤسسه‌های زبان، و اونجا دیدم که خب من هر جا پستینگی که میخونم تقریبا مثلا از هر 3 تاش 2 تاش مدرک تسول میخواد یا مثلا مدرک سلتا میخواد و یکیش مثلا نمیخواد، اصلا ننوشته که حتما باید یه مدرک تیچینگ بین المللی داشته باشی، یا اگه نوشته ننوشته که مثلا ضروریه، نوشته بود که مثلا بهتره داشته باشی. دیگه من شروع کردم اپلای کردم برای این جاب پستینگا و خیلی امیدوار بودم و نمیتونم بهتون بگم من برای چند جا اپلای کردم و برای خیلی جاها رزومه فرستادم، و حالا من براتون توضیح میدم که رزومه نوشتن و فرستادن اصلاً با اون چیزی که ما تو ایران از رزومه میدونیم یکی نیست و واقعا کار زمانبر و بسیار انرژی گیریه و شما اصلا نمیتونی یه رزومه رو برای یک همه جا بفرستی، چه بسا یه رزومه رو دوبار برای یک جا هم نمیتونی بفرستی. حالا اینا رو بعدن راجبش حرف میزنم. خلاصه من دیگه خیلی اپلای کردم، دیدم خدایا اصلا نمیشه و هیچ جوابی نمیگیرم، اصلا من حتی رزومم به اینترویو هم نمیکشه. دیگه یه مقدار ناامید بودم از این داستان، برای کارهای مختلف دیگه اپلای کردم. حالا اینو تو پرانتز بگم، یه جایی رو پیدا کردم نزدیک خونمون بود، صندوقدار می‌خواست، خیلی هم خوشحال بودم، گفتم اوکی میرم صندوقداری تا مثلا بعداً ببینم چه کوالیفیکیشنی چه مدرکی نیازه که برم بگیرم که برای اون هیته کار خودم که مثلا تیچینگه بعداً بتونم اقدام کنم. ولی دیگه خسته بودم از بیکاری بچه‌ها، استرس بی پولی و تمام شدن پول و پس‌انداز که خب واقعاً هست، قابل انکارم نیست، و متاسفانه یه جوری اینجا پول آدم تموم میشه و مانده حساب آدم هی کم میشه که اصلا نمیفهمی این پول داره کجا میره و سرعتش خیلی بیشتر از اون چیزیه که آدم تو ایران برنامه‌ریزی میکنه و باهاش میاد. این خودش یه بار روانی و فشار روانی داره. این به کنار، برای کسایی مثلا مثل من که از 18 سالگی کار کردن و اصلا خونه نشستن، اینی که تو همش تو خونه ای و احساس بیهودگی میکنی، فقط داری رزومه مینویسی میفرستی، اونم خودش یه بار روانی خیلی زیادی داره و من دیگه واقعا از بیکاری خسته بودم. اینه که رفتم واسه یه صندوقداری اقدام کردم، رفتم یعنی اپلای کردم، رزومه فرستادم و گفت بیا مصاحبه. خیلی خوشحال بودم رفتم مصاحبه و مصاحبه‌ام خیلی خوب پیش رفت. اون آقایی که بود خیلی آدم گرمی بود و راحت حرفامون رو زدیم و آخرش گفتش که خب سوالی داری بپرسی؟ گفتم آره، میخوام بدونم که سخت‌ترین بخش کار اینجا مثلا چه چیزیه. گفت شستن توالت‌ها.
من میگی دوباره برق از سرم پرید، خدایی چرا من هر جا میرم با این مسئله در ارتباطم. موندم که یعنی چی اصلا؟ از قیافه من که شوک شدم و مسلما خوشم نمیاد این موضوع، آقای فهمید که من آدم این کار نیستم و من دیگه اصلا اون اینترویو رو پاس نکردم که بخوام دعوت به همکاری بشم. ولی باز اونجا برام این اتفاق افتاد که فکرم خدایا چرا اصلا اینا نیروی خدماتی براشون تعریف شده نیست؟ چرا باید یه صندوقدار بره توالتم بشوره؟ حالا همه ریزکاری ها بماند که اینجا آب نداره، اینجا کفشور نداره، یعنی اصلا دیگه بماند. بچه ها نمیگم این کارا بده یا این کارا افتاره یا هر چیزی ها. ببینید صادقانه صادقانهش من به نویدم گفتم اگه به اینجامون رسیده بود میکردیم، هم من میکردم هم تو میکردی، ولی ما به اینجامون نرسید، انتخاب کردیم که این کارو نکنیم. و نکته‌ای که میخوام از این ریزکاریا بگم اینه که ما تو ایران هممون شنیدیم که خب کانادا میری کار تخصصی ممکنه دیر پیدا کنی، ولی کار جنرال ریخته. خب اولا که همچین چیزی نیست، کار جنرال هست ولی اونم یه سری نیازمندی ها و پیش نیازهایی داره که تو باید اونا رو داشته باشی. کسی که زبانش خوب نباشه همون کار جنرالی که ریخته رو هم نمیتونه بگیره. یا یه مسئله اصلی این که همین کار جنرالی که به ما میگن میری انجام میدی و راحت میتونی کار رو بگیری، یه سری وظایف شغلی جزوش ممکنه باشه، نمیگم همیشه و برای همه کارا و همه جا اینطوره، ولی یه سری وظایف شغلی میتونه توش باشه که اصلا جزوش که ما تو مخیلمونم نیست. ما هیچ وقت، من خودم فکر نمی کنم کسی از شما هم تالا به این فکر کرده باشه که یه صندوقدار لازمه که دستشویی مغازه رو بشوره. و میخوام بگم که این استثناها و این تفاوت‌های حالا فرهنگی و هر چیزی که میشه اسمشو گذاشت خیلی میتونه برای آدم بار روانی و فشار داشته باشه و شوک آور باشه. بنابراین پیش خودتون فکر نکنید که میرم کانادا یه کار جنرال ریخته راحت بدون اینکه زبانم خوب باشه پیدا میکنم، تو اون کار زبانم هم پیشرفت میکنه، مثلا CLB 4 و 5 هم بعد میشم مثلا CLB 7 بعد میرم کار تخصصی. اصلا این خبرا نیست. و علت این که من تو همه ویدیوها من میگم تو رو خدا بشین زبانتون رو قوی کنین بعد بیاین، دنبال این نباشین که سریع ترین راهو طی بکنید و برای زبان وقت نذارید بیاید اینجا، همینه. چون میاد اینجا بدتر هشتتون گرای نهتونه، پولم داره تموم میشه، نه راه پس داری نه راه پیش داری و خیلی داستانه دیگه. خلاصه اینا رو گفتم. اون چیز مغازه همین مغازه هم که اوکی نشد دیگه، اصلا من دعوت به همکاری هم نشدم و من شروع کردم دوباره اپلای کردم واسه جاهای مختلف. یعنی من اگر از اون فولدر رزومه توی لپتاپم برای شما یه ویدیو سکرین بگیرم ببینید، باورتون نمیشه من برای چند هزار جا اپلای کردم و ایمیل فرستادم و رزومه فرستادم. خلاصه تا اینکه من رفتم یه مرکزی که مربوط به کلاس های زبانه، حالا این مرکزی بود که اینجا برای نیو کامرها هست، و اونجا خیلی شانسی خانومی رو دیدم. اینو تو پرانتز قبلش بگم، من شروع کردم به تحقیق کردن راجع به چیز مدرک تسول. گفتم آقا جان این که نمیشه، تو آخرش میخوای بری به تدریس کنی، همین الان اون هزینه وقت و زمان و چه میدونم پولی و هرچی که میخوای بکنی رو بکن، بشین این مدرک رو بگی، برو سر کار خودت. تو که انقدر ناز داری نمیتونی کار دیگه انجام بدی، لااقل بشین درس رو بخون، برو یه کار اصلی تو انجام بده. شروع کردم تحقیق کردم راجع به مدرک تسول و دوره تسول که یه مدرک بین المللی آموزش زبانه و خب میتونم بگم 95% جاها قبولش دارن، حتی 100% جاها. و تحقیق کردم دیدم دانشگاه دلهاوزی هالیفکس این کورس رو داره، 1.5 ماه دورش و $1,000 هم هزینه‌شه و خیلی خوشحال بودم. گفتم حالا هزینه‌ش کم نیست ولی خیلی زیادم نیست که آدم نتونه پسش بر بیاد، میرم اینو میگذرونم و زمانش هم کمه میگیرم و مثلا میرم سر کار تخصصی. خلاصه در گیرودار تحقیق کردن این دوره بودم و چقدر خوب شد که ثبت نام هنوز نکرده بودم تا رفتم این مؤسسه که گفتم برای یه کاری لازم بود برم. اونجا یه خانومی رو دیدم، نمیدونم چی شد باهاش سر حرفو باز کردم، گفتم من میخوام برم مدرک تسول بگیرم. گفتش کجا؟ گفتم اینجوریه. گفت حواست باشه تسولی که میگیری تسول ریکگنایز شده باشه. منو میگفتم اصلا ریکگنایز شده چی هست؟ گفتش که تسول یه مرکز صدور گواهینامه تسول داریم که توی تورنتوه و تسول ریکگنایز شده
در حقیقت ارائه میده و صادر میکنه که اون تسول رو همه جا قبول دارن. خب و یه سری هم دوره های حاشیه‌ای و فرعی از تسول برگزار میشه، مثل همین دوره که شما تو دانشگاه دلهاوزی پیدا کردی، که اینا ریکگنایز شده نیستن و برای اون جایی که تو مد نظرت بری کار کنی که جای بسیار خوبی هم هست، اونا من تا جایی که میدونم تسول ریکگنایز شده رو قبول میکنن. اینو باهاشون فیکس کن، تحقیق کن، یه هنری ثبت نامی بکنی، مدرک رو بگیری، بعد ببینی باز به دردت نخورده. منو میگی گفتم خوب شد گفتی. خلاصه دیگه اینو حالا تو پرانتز اینجا بگم که اینجا یه مرکزی به اسم آیسنس وجود داره که مرکز خدمات رسانی به تازه واردین و نیوکامرهای هلیفکسه، که مشابهش چند تا مؤسسه دیگه هم اینجا هست، ولی خب آیسنس یه جوری میتونم بگم خیلی در ارتباط مستقیم تر با دولت هست و خیلی شسته رفته تر و منظم تر و خیلی بزرگتره، یعنی انگار که اصلیه این باشه بقیه حاشیه‌ای تر باشه، یه همچین حالتی داره. اونجا یه سری کلاس زبان برگزار میکنه برای تازه واردین و اون خانم اون روز این راهنمایی رو که به من راجع به تسول کرد، من گفتش که ببین تو اگه هدفت آیسنسه، بسیار مثلا هدف خوبیه، چون آیسنس بسیار جای مناسبیه برای ورود معلم ها و حقوقی که میده حقوق بسیار خوبیه، ولی خب مثلا حواستو جمع کن که چی نیاز داره میخوای بری بخونی. خلاصه هم شاخکای من تیز شد که خب پس من پافشاری کنم روی آیسنس که بتونم واردش بشم، همین که خب برم تحقیق کنم اون مدرکی که باید رو بگیرم. تو همین گیرودار و تو همین بازه زمانی من یه ورکشاپی تو همین آیسنس ثبت نام کردم برای دوباره رزومه نویسی و کاور لتر و مصاحبه، که نمیتونم بگم چه ورکشاپ خوبی بود و اون ورکشاپ در حقیقت یه جورایی سرنوشت منو تغییر داد. حالا بماند که من قبلا هم دوره رزومه نویسی اون رفته بودم، ولی خب این دوره خیلی کامل تر بود و حالا بعدن اصلا یه پست تخصصی راجع به خود مرکز آیسنس میخوام بذارم و توش این یه توضیحات ریزکاری رو میدم. خلاص این که من کلاس رو ثبت نام کردم و همون روز اول اون استادی که اومد سر کلاس میپرسید که از کجا اومدی، چی کار میکنی اینا، من بهش گفتم مثلا من 10-11 سال سابقه تدریس دارم، یهو گفتش که چرا برای آیسنس اقدام نمیکنی، مثلا اپلای نمیکنی. گفتم که کردم جواب نگرفتم و خب بارها هم اپلای کرده بودم، هر پوزیشنی که باز میشد من رزومه میفرستادم و هیچ وقت رزومم به اینترویو نمیرسید. و من گفتش که باشه بهت تو بریک میگم. هیچ بریک شد و گفتم که چیه؟ گفتش که یه چیزی هست به اسم informational interview که تو میری و در حقیقت برای اینکه خودتو یه نشونی بدی، معرفی بکنی و درخواست بکنی که مثلا یه بررسی رو تو بشه، تو میری با یه آدمی که مثلا جزء رئیس یا سوپروایزر اون دپارتمان هست یه قرار میذاری، درخواست میتینگ میدی و باش صحبت میکنی، میگه آقا من شرطم اینه، لطفا به من بگید من اگه نیاز برم چیزی یاد بگیرم، دوره‌ای بگذرونم، مدرکی بگیرم، یا یعنی اینکه اگه من همینجور قبول دارید تو رو خود یه کاری به من بدید، یه همچین حالتی. خیلی خلاصه دارم میگم. بعد منم همین کار کردم دیگه، رفتم اسم اون خانم رو به من گفت که مدیر بخش زبان مثلا آیسنس بود، رفتم بهش ایمیل زدم دیگه، مثلا درخواست کردم، خودم معرفی کردم، شرایطم رو گفتم اگه امکانش هست من اگه 10 دقیقه رو با شما یه میتینگ داشته باشم ببینمتون. به من جواب داد، اوکی داد و خیلی براش برای حالا یه سری دیگه خیلی عجیب بود که چطور این خانم مثلا جواب ایمیل منو داده، که حالا نمیدونم واقعا خدا خواست چی بود. خلاصه که من رفتم این خانم رو دیدم اونجا، تو جلسه که باهاش صحبت کردم به من گفتش که چرا تسول نمیگذرونی؟ گفتم ببینید من تیچینگ خوندم، رفتم تسول رو کورساشو بررسی کردم، دیدم چه دروسی توش داره و در حقیقت من اون چیزی رو که تو تسول باید یاد بگیرم توی اون لیسانس تیچینگی که گرفتم یاد گرفتم و یه جورایی برای من تکراری میشه این موضوع. من طبق تحقیقاتی که کردم بین تسول و سلتا، باز من اگه قرار باشه یکیشو بگذرونم، سلتا برای من مناسب تره، چون سلتا تخصصی روی تاسک بیس تیچینگ میاد کار میکنه، که دقیقا این سیستم آموزشی خود کلاس های آیسنس بود و من بهش گفتم من اگه قرار باشه بیام برای شما کار بکنم، خب به نفعمه برم همینو مدرکشو بگیرم که از طریق این بتونم بیام برای شما کوالیفاید بشم برای کار کردن. یه ذره حرفای من متقاعدش کرد و گفتم ولی من بازم با این حال فکر میکنم مدرک تیچینگ من برای شما کافی باشه. گفتش که ما چیزی که برامون مهمه اینه که شما سوپروایز تیچینگ داشته بوده باشی توی اون حالا دوره هایی که گذروندی. گفتم من داشتم، من دمو داشتم توی دانشگاه، یه
واحدی بوده به اسم دمو که دمانستریشنه در حقیقت، که استاد سر کلاسه و تو میری جلوش آموزش میدی، درس میدی و اون تو رو اسس و ارزیابی میکنه که اصلا چجوری داری کارتو انجام میدی. گفتم من دارم. گفت چند ساعت؟ گفتم دقیق نمیتونم بهتون میگم. اومدم خونه و مدارکمو درآوردم و تو ریزه نمراتم دیدم که مثلا حالا الان یادم نیست ولی خیلی بیشتر از اون چیزی که اون خانم به من گفت نیازه، من توی دوره لیسانس و توی فوق دیپلم این سوپروایز تیچینگ رو گذرونده بودم و پاس کرده بودم دیگه. اینا رو همه رو بهش عکس گرفتم و چه میدونم با فتوشاپ درست کردم و فلش زدم و این انقدر اینا فرستادم. و بچه‌ها تو این هین ایشون قرار شد به من جواب بده، گفت من نرسیدم ایمیل تو بخونم، میخونم بهت خبر بدم. تو این هین من برای آیسنس اقدام کرده بودم و برای یه پوزیشن سابستیتوت تیچر که معلم جایگزین میشه در حقیقت اقدام کرده بودم. من دعوت به مصاحبه شدم برای اون کار. حالا اصلا نمیدونم هنوزم اون داکیومنتی که برای این خانم فرستادم باعث شد که معرفیم کنه بگه به ایشون اینترویو بدید ببینید تو اینترویو چی کار میکنه، یا اصلا ایمیل منو نخوند، این اتفاق ناخودآگاه افتاد. من نمیدونم این اتفاق از کجا افتاد ولی اتفاق بسیار خوش و مبارکی بود که من دعوت به همکاری شدم برای آیسنس و خیلی خوشحال بودم به خاطر اینکه واقعا مصاحبه گرفتن از یه جای خوب توی کار تخصصی توی کانادا خودش یک موفقیت به حساب میاد و واقعا من اون موقع احساس موفقیت داشتم. خلاصه دیگه من خودم رو کشتم برای اون اینترویو. آخرای اون دوره هم بود که واسه اینترویو اون ورکشاپی که گفتم داشتم میگذروندم، دیگه با اون معلم حسابی کار کردم و به من یه سری نکات رو گفت و دیگه من یعنی میدونستم برم توی اینترویو هر چی بپرسه من میتونم جوابشو بدم و قانعش کنم، یعنی با دست پر داشتم میرفتم اینترویو و مسلط بودم. رفتم اینترویو و انقدر خوب بود اینترویو که من داشتم از در میومدم بیرون، خانم به من گفتش که بعد از ظهر بعد حواست به ایمیلت باشه و من فهمیدم یه خبرهایی در راه هست و بعد از ظهر شد به من خبر دادن که مبارک بشه شما وارد آیسنس شدی و من خیلی خوشحال بودم. این تا اینجا و دیگه به من گفتم بیا قرارداد ببند. ذهنم رفت روی یه جای دیگه ولی اونو بعدم میگم. به من گفتم بیا قرارداد ببند و من قرارداد بستم و به عنوان سابستیتوت تیچر وارد آیسنس شدم که میشه معلم جایگزین. یعنی هر موقع یه معلمی براش کاری پیش بیاد و نتونه بیاد شما رو زنگ میزنن، اگه شما اوکی باشی جاش میری سر کلاس. این برای توضیح برای کسایی که نمیدونن اصلا ساب کیه و چیه. خب ببینید، حالا اون تلاشی که من کردم، اون بدو بدوه، اون سیریش بازیه، گیر دادنه که من میخوام با شما کار کنم، من اینجا رو دوست دارم و ول نکردنه. بچه ها توی کانادا این سیریش بازیه توی کانادا و فرهنگ کانادایی به عنوان علاقمند بودن شما به اون مرکز و با اون همکارا تلقی میشه و اصلا چیز بدی تلقی نمیشه. بنابراین یعنی اصلا همیشه میگن شما باید یه جوری رفتار کنی که اینا فکر کنن شما عاشق اینایی، میخوای با اینا کار کنی و اصلا فقط میخوای با اینا کار کنی، با هیچ کس دیگه کار نکنی. یعنی اینا دوستان یه همچین کسی رو بگیرن برای کار کردن. و خب اتفاقی که افتاده بود با اون درخواستایی که من داده بودم و اون میتینگایی که من رفتم و این چیزا که حالا یه سری چیزای دیگه هم جزوش بوده، خیلی ریسک دیگه نیازی واقعا نیست بگم چون کمکی نمیکنه، اینا فهمیدن که آقا جان من واقعا دلم میخواد باشم با اینا کار بکنم و به من حالا اینترویو رو دادن و واقعا از پس اینترویو خوب برآمدم. یعنی اینجوری نیستش که اینترویو رو بگیری دیگه رفته باشی، واقعا بعد فکر میکنم اصلا قول بزرگ مرحله آخر اون اینترویو هست، یعنی واقعا هم همینه ها، فکر نمیکنم. خلاصه من وارد آیسنس شدم و پیش خودم گفتم حالا من قرارداد رو بستم، ولی مثلا ایران تو مؤسسه کار میکردی اگه قرار بود به عنوان معلم سابستیتوت بری سر کلاس مثلا ممکن اون ماهی یه دونه کلاس به پستت بخوره، ماهی دوتا کلاس. ولی من اصلا حواسم نبود که آیسنس خیلی بزرگتر از این حرف هست و کلاس زباناش هم خیلی زیاده، خب به تب معلم بیشتری داره که ممکنه نتونه بیاد و ساب نیاز بشه. فردای روزی که من قرارداد بستم به من دوتا کلاس پشت هم برای ساب دادن، بماند که حالا حقوقش هم خوب بود و اینجا کلن معلمی حقوقش حقوق خوبیه و حقوق معلم سابستیتوت بالاتر از حقوق معلم معمولی هم هست، به خاطر اینکه معلم سابستیتوت یه حقوق ثابتی نداره، در حقیقت با اون یه ذره افزایش حقوقه میخوان یه جوری جبران کنن که
بازی پولی باشه و دستش رو بگیره. من خیلی خوشحال بودم رفتم سر کلاس. حالا تجربه سر کلاس رفتن که واقعا استرس داشتم، دفعه اول بود تو کانادا داشتم میرفتم سر کلاس، نمیدونستم اصلا سیستم چجوریه، همش میگفتم نکنه بلد نباشم، نکنه نتونم اونجوری که باید باشم مثلا عمل کنم، ولی خیلی راحت‌تر و خیلی خوبتر چیزی که بود پیش رفت و واقعا هم شاگردا از من راضی بودن، هم خودم از خودم خیلی راضی بودم. خلاصه که اون روز تموم شد، واسه فرداش دوباره به من کلاس دادن، واسه دو روز بعدش هم دوباره به من کلاس دادن و من 3-4 روز پشت هم رفتم سر کار و دیگه خیلی خوشحال و اینا. کرونا اومد، همه جا تعطیل شد و خب کلاسای آیسنس هم تعطیل شد و همه چی فروکش کرد و من شدم قشنگ و تمام اون خوشحالی خوابی، چون تازه تو اون 2-3 روزی که میرفتم سر کار حس کرده بودم وارد کانادا شدم. یعنی به نوید قشنگ یادم گفتم که نوید تا الان همش دویدیم و همش زحمت کشیدیم و همش چیزایی که تو ایران داشتیم و نداشتیم اینجا، تازه الان حس میکنم من به یه دستاوردی رسیدم، به یه موفقیتی رسیدم، اصلا کانادا جای خوبیه، اصلا این هدفی که پشت در حقیقت مهاجرت بود برای اینکه زندگی بهتری رو تجربه کنی الان تازه محقق شده و داره اتفاق میفته و خب خیلی حال خوبی بود واقعا. اون حس مفید بودنه، اینکه دیگه قرار نیست رزومه بفرستید واسه جایی دنبال کار بگردی، همه اینا خیلی حس خوبی بود. یعنی من اون 3 روز رو ابرا بودم قشنگ توی کانادا و به نوید میگفتم مثلا اینجا انقدر که خب مسائل جانبی نداره و استرس های جانبی نداره، واقعا اگه کسی کار داشته باشه در ایدئال ترین شرایط ممکن داره زندگی میکنه و واقعا هم همینه. یعنی حرف یکی از دوستایی که قبل اینکه بیام کانادا بهم زده بود بهم ثابت شد که من گفت همه جای کانادا خوبه به شرطی که کار داشته باشی. یعنی اصلا مهم نیست تو کجای کانادا باشی، هر جای کانادا که تو کار داشته باشی جای خوبیه. دقیقا این جمله رو به من گفت و واقعا هم همین بود. خب این خوشحالی دیری نپایید و واقعا متاسفانه همه چیز شد دیگه، چی میگن، قرنطینه شد و خونه نشین شدیم و از اون مهمترین که خب کلاسای آیسنس رفت آنلاین شد، ولی چون معلم‌ها همه خودشون قرنطینه و تو خونه بودن خب میتونستن کلاس‌ها رو برگزار کنن و اصلا دیگه احتیاجی به معلم سابستیتیوت نبود و در حقیقت من توی دوران قرنطینه بیکار شده بودم و هیچ کاری برای انجام دادن نداشتم. اما چون من میدونستم که در حقیقت بالاخره این داستان تموم میشه و اوضاع کرونا اینجا به وحشتناکی شهرهای بزرگتر نبود و بالاخره من سر کارم برمیگردم چون قرارداد داشتم، ناامید نبودم و میدونستم بالاخره برمیگردم سر کارم. حالا این یه تایم قراره یه استراحتی این وسط باشه که چه بسا استراحت کردم و لذت بردم از اینکه قراره نه کار بکنم نه قراره اپلای کنم برای جای رزومه بفرستم. یه موضوعی رو در کنار این بگم، تو اون گیروداری که من برای آیسنس اقدام کرده بودم من یه کار خیلی مفید قبلش کرده بودم. یعنی اون زمانی که بعد از مهد کودک دنبال کار میگشتم به من گفتن که مدارس دولتی کانادا حتما احتیاج داره که معلماش یه مدرک کانادایی داشته باشن، یعنی در حقیقت یه تیچینگ سرتیفیکیت از خود کانادا داشته باشن که خب من نداشتم، ولی مدارس خصوصی مثل مدارس غیر انتفاعی ایران، مدارس خصوصی اینجا میتونن معلمی رو که سرتیفیکیت اینجا رو نداره بگیرن و خب من خیلی امیدوار شده بودم و شروع کردم برای مدارس اینجا اقدام کردم. من یه ایمیل زدم، یعنی گشتم لیست تمام مدارس خصوصی شهر رو پیدا کردم، به تمامشون ایمیل زدم، خودم معرفی کردم و گفتم من به صورت والنتیر میخوام بیام کار بکنم. والنتیر یعنی داوطلبانه و بدون حقوق تو بری جایی کار بکنی. اون موقع خب خیلی به من گفتن تو باید سرتیفیکیت داشته باشی، خیلی گفتن که ما الان نیاز نداریم چون وسط سال تحصیلی بود و این موضوع مال قبل از کروناسا و دیگه خب من بیخیال موندم و گفتم خب دیگه صبر میکنم دیگه چاره ای نیست، تا اینکه دقیقا تو همون بحبوحه مصاحبه رفتم برای آیسنس که من خیلی خوشحال بودم و در تلاش بودم به یه مدرسه که حالا به من نزدیک هم بود شانسی و جزو مدرسه خوبی هم بود به من گفت بیا واسه مصاحبه و من رفتم و من قرار شد که روزی 3 ساعت برم اونجا به عنوان سکول اسیستنت اونجا مشغول به کار بشم. خب من با اونا قرارداد رو بستم، بلافاصله هم قراردادم با آیسنس اوکی شد. یعنی میتونم بگم این دوتا حتی تو یک روز اوکی شد که خب من دیگه شما ببینید چقدر خوشحال بودم که من 2 جا کار پیدا کردم، حالا 2 تا کار پارت تایمه ولی بسیار اوکیه و همه چی خوبه و من چقدر حالم خوبه.
و اون مدرسه هم خب تو دوران کرونا باز بسته شد، ولی من باز میدونستم که مدرسه قراره باز بشه و من برگردم سر کار. و دیگه تو دوران کرونا خب من بیکار بودم و خونه نشین. خب حالا الان دوران پسا کرونا داره میشه تقریبا، خب ما اینجا تقریبا میتونم بگم از فروردین اگه اشتباه نکنم کرونا اومد و همه چی لاکداون شد، تا 2-3 ماه هم این اتفاق بود و از خرداد به بعد هالیفکس از کرونا پاک شد و دیگه بیمار کرونایی نداشت. حالا هر از گاهی یکی دو نفر دوچارش می شدن، اما دائمی نبود و خیلی کنترل شده و خوب پیش می رفت و دیگه نیازی نبودش که مثلا قرنطینه و اینا باشه. و خب تقریبا میتونم بگم همه چیز به حالت نرمال برگشته بود و هنوزم همینطوره. حالا الان اتفاقی که افتاده، آیسنس هنوز کلاساش به صورت آنلاینه و مدرسه از 8 سپتامبر باز میشه. من هفته پیش فکر کنم 3-4 روز پیش بود رفتم مدرسه و به من گفته بودن برای سکول ستاپ باید بیای که مثلا آماده سازی مدرسه است و کاری که برای قبل از مدرسه باید انجام بشه و خب منم رفتم. حالا بماند که چه حس و حال غریبی داشتم، اصلا یه جوری بود انگار تا حالا تو عمرم سر کار نرفتم. نیست بعد از 5-6 ماه قرنطینه و تو خونه بودن و هیچ کاری انجام ندادن بود، واقعا خیلی حس عجیب غریبی بود. رفتم مدرسه که حالا از تجربه مدرسه و اینکه چقدر واقعا فضای کار اینجا با فضای کار تو ایران، رابطه تو با مدیرت، رابطه تو با همکارا چقدر متفاوته و من تجربه خیلی خوبی داشتم. حالا به صورت خلاصه بخوام بگم اینا رو بعدا میام توی ویدیو میگم، چون این ویدیو خیلی طولانی شد و میدونم خسته شدین. اما این از مدرسه. یه اتفاق دیگه هم که در کنار این افتاد این بودش که من 1 ماه پیش فهمیدم که آیسنس یه پوزیشن معلم پارت تایم ولی دائمی، نه معلم سابستیتوت، باز کرده و میتونم براش اقدام بکنم. خب ببینید، وقتی شما جایی مشغول به کار هستید و قرارداد دارید، اگر قرار باشه پوزیشن شما عوض بشه، این اتفاق خیلی راحت تر میفته تا اینکه یه آدمی از خارج از اون مرکز قرار باشه وارد اونجا بشه و قرارداد ببنده. من خیلی شانس بالایی برای گرفتن کار داشتم و خیلی هم امید داشتم و چه بسا که میگفتم خب وقتی برای معلم سابستیتوت منو پذیرفتن، خب پس من کوالیفاید هستم برای گرفتن این کار توی این یکی سمت. حالا چه فرقی میکنه معلم سابستیتوت باشه یا مثلا دائمی باشه؟ اینه که خودم برای مصاحبه آماده کردم، اپلای کردم، حالا کاری که نیاز بود برای مصاحبه گرفتن رو انجام دادم که بمانه چقدر نازشونه کشیدم تا اینترویو گرفتم و اینترویو رو انجام دادم 2 هفته پیش. به من گفتن 2 هفته طول میکشه تا ما جواب بدیم، چون ما تو این 2 هفته مدام اینترویو داریم با افراد مختلف و من منتظر گرفتن خبر بودم. من قرار بود 5 شنبه یا جمعه این ویدیو رو برای شما بگیرم و خبر گرفتن کار آیسنس رو هم توش به شما بدم و خوشحالی خودم رو با شما شریک بشم. اما ایمیلی که دریافت کردم این بود که شما جزو 10 تا کاندیدای برتر ما بودی که باشون اینترویو کردیم و بعد از بینشون انتخاب میکردیم، ولی متاسفانه کوالیفیکیشن های کسای دیگه از شما بالاتر بوده و شما پذیرفته نشدید. نمیتونم بگم چه جوری رفتم تو دیوار، یعنی اصلا الانم که میگم حالم خوب نیست باهاش. خلاصه که اتفاق خوشایندی نبود و من انقدر انرژیم افتاد و انقدر خستم از اینی که اپلای میکنی اینترویو نمیگیری، اینترویو میری کارو نمیگیری و حالا میدونید دیگه فرسایشی شده این اتفاق، به خصوص که این داستان کرونا برای ماهایی که تازه وارد شده بودیم و تازه داشتیم جا میافتادیم داستانو سخت تر کرد و یه فاصله خیلی زیادی انداخت بین ورود ما تا جا افتادن ما. خب یه مقدار سخت تر میکنه اوضاع رو. اما انقدر این داستان یه روز دو روزی حال منو بد کرد و من انرژی نداشتم که واقعا نمیتونستم بشینم این ویدیو رو برای شما بگیرم، چون این ویدیو انرژی زیادی هم لازم داشت و من دوست نداشتم حال بدم من به شما منتقل کنم. اینه که کلن کار پیدا کردن تو کانادا کار راحتی نیست، رزومه نوشتن و فرستادن کار راحتی نیست. من میخواستم به شما به عنوان نتیجه گیری در آخر این ویدیو بگم که یاد گرفتن این که چجوری رزومه و کاور لتر بنویسیم و در کنارش یاد گرفتن این که توی مصاحبه کاری چجوری خودمون رو پرزنت کنیم و خودمون رو نشون بدیم، کار بسیار وقتگیر و کاریه که باید
آموزش بگیرید و یادش بگیرید و نیاز به تمرین داره. یعنی چیزی نیست که شما بخونید یاد بگیرید برید انجام بدید و تمام. و این داستان سر دراز دارد و من خودم به جرئت میتونم بگم بعد از گذراندن اون ورکشاپی که رفتم تو ماه دقیقاً 6 ورودمون به کانادا، یاد گرفتم که چجوری مسلط باشم روی رزومه نوشتن فرستادن و دیگه من تقریبا میتونم بگم تو اون برهه زمانی هر چی رزومه برای هر جا مینوشتم به اینترویو میرسید. یعنی من خیلی اینترویوهای دیگه جز اینایی که به شماها گفتم رفتم و یکی از دوستام گفت تو چجوری اینقدر اینترویو میگیری. ولی چیزی که میخوام بگم اینه که بچه ها اون زمانی رو که شما تو ایران منتظر ویزا هستید و انتظار بسیار بی خودی هم هست و یعنی انتظار اذیت کننده ایه، به خصوص وقتی از اون 6 اول میگذره، شما بهترین تایمی که وقت بذارید برای رزومه نوشتن و یادگیری این داستان و مصاحبه، که وقتی میاید اینجا اون 6 رو که من صرف کردم تا به اون سطح از توانایی برسم و شما قبلا گذرانده باشید و وقتی وارد میشید بتونید سریع برای کار اقدام کنید و بتونید مصاحبه بگیرید و کار بگیرید و به شکل بسیار زیادی شما جلو بیافتید و هم از هزینه هاتون هم از لحاظ بار روانی که متحمل میشید کاسته بشه و کم بشه. بنابراین حالا من میخوام به شما یه خبر خوب بدم که من تمام آن چیزی که توی اون ورکشاپ یاد گرفتم از رزومه، کاورلتر و مصاحبه میخوام به شما آموزش بدم. توی ویدیو به زودی زود نوشتم اون نوتایی که اول ویدیو پرت شد رفت روی زمین، همه اون چیزایی که براتون یادداشت کردم که بگم و به زودی اون ویدیو رو براتون میذارم. چندین ویدیو میشه قطعا، اصلا کار 2-3 ویدیو نیست، ولی مطمئنم که خیلی بهتون کمک میکنه، حتی برای کسایی که وارد کانادا شدن و هنوز نمیدونن که اصول رزومه نوشتن دقیقا چجوریه، یا فکر میکنن میدونن ولی مینویسن و میفرستن و اینترویو نمیگیرن. بنابراین من این حرفا رو همه رو زدم که هم از تجربه کاریم گفته باشم، هم این که بگم بچه ها بهتره که وقتی وارد کانادا میشید به این فکر نکنید که از اول دنبال کار تخصصی بگردید، چون فقط اتلاف زمان و انرژیه. بهتره که شما بگردید دنبال یک کار جنرال غیر تخصصی در کنار کار تخصصیتون و در حقیقت با یک کسب درآمد و سرگرم بودن به یک کاری شما به اپلای کردن برای کار تخصصی هم ادامه بدید تا جایی که بتونید اون کار رو بگیرید و موف شیفت کنید روی اون کار جدیدتون. و اینکه حالا من این اشتباه رو کردم که یه مقداری صبر کردم که کار تخصصی پیدا بکنم، بعد شروع کردم به این که برای حالا مغازه و برای صندوقداری و برای این جور جاها اقدام بکنم، حالا بماند که کارا رو نمیخواستم یا نشد یا هر چیزی نگرفتم، ولی من دیر به فکر این افتادم و این واقعا اشتباه بود. شما این اشتباه رو نکنید. خب دهنم کف کرد انقدر حرف زدم، امیدوارم که این ویدیو مفید بوده باشه، لذت برده باشید. امیدوارم که اگر دوست داشتید یادتون نره که لایک بکنید. من نمیدونم چرا ویدیو مثلا یهو 100 ویو میخوره ولی 20 لایک داره یا 5 لایک داره، یه چیز عجیب غریبیه. به خود لایک کردن کار سختی نیست، یه دکمه است به شکل علامت 60 دست اون پایین، اونو یه بار که بزنید ویدیو لایک میشه. و ممنون میشم اگر که کانال من هنوز سابسکرایب نکردید سابسکرایبش بکنید یک بار برای همیشه، و اگر دوست داشتید اون زنگوله کنارشم بزنید که من هر موقع ویدیو گذاشتم شما اولین نفری باشید که نوتیفیکیشن میگیرید و متوجه میشید که ویدیوی جدیدی اومده. اگر سوالی داشتید راجع به این ویدیو و کار پیدا کردن توی کانادا میتونید بپرسید زیر همین ویدیو، میتونید بپرسید توی یوتیوب، من جوابتون رو میدم و براتون آرزوی بهترین اتفاقات رو دارم، به خصوص برای کسایی که وارد کانادا میشن. امیدوارم که پروسه کار پیدا کردن خیلی خوب و راحت براتون پیش بره، لااقل راحت تر از من پیش بره. موفق باشین، فعلا خدافظ.